بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی سایت مشرق نیوز یک گزارش رو منتشر کرده گفته پشت پرده منابع مالی مؤسسه مساف ایرانیان به روایت گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس سرنوشت نامشخص 8 میلیارد تومان برداشت نقدی از حساب مساف و بعد گفته مؤسسه خیریه چگونه یک شبه حزب سیاسی شد به علاوه اسناد که حالا در ادامه بهش میرسیم نوشته در نتیجه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک به این موضوع مهم اشاره شده است که مؤسسه مساف نوعی پولشویی از حسابهای حقوقی خود انجام داده است سرویس سیاست مشرق انتشار تراکنش های حسابهای یک مؤسسه خیریه تبلیغی سیاسی و مدعی کار در حوزه مهدویت در آستانه انتخابات مجلس مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت. در آن روزها لیست واریسا و برداشت های مؤسسه ایرانیان یا همان حسابهای های علی اکبر رائفی پور و اعضای خانوادهش جنجال به پا کرده و بسیاری از خود میپرسیدند که این تراکنش ها با چه مجوزی در فضای مجازی پخش شده و از آن مهمتر آنکه این پولهای میلیاردی در کجا و با چه اهدافی خرج شده است. از جمله آنکه یک فعال رسانه‌ای با انتشار این اسناد خطاب به گرداننده مؤسسه مساف از او سوال کرد که دهها میلیارد تومان پول به حساب این مؤسسه آمده و خیلی زود نیز برداشت شده است این پرداختی ها بر اساس کدام معیار و طبق چه فاکتورهایی صورت گرفته است البته پس از دست به دست شدن لیست حساب های مساف در فضای مجازی رائفی پور خیلی زود به میدان آمده و با انتشار ویدیویی و انجام چند جمع و تفریق سعی کرد به اتهامات منتشر شده پاسخ داده و به تعبیر خودش شفاف سازی کند رایفی پور شهر داد که این مبالغ اغلب هدایا و نزوراتی است که به حساب مؤسسه واریز شده و مبلغی از آن خرج امورات داخلی و برخی دیگر صرف امور خیریه می شود. رایفی پور در پاسخهای خود گفته بود که مؤسسه مساف یک نهاد شخصی بوده و از اینکه برخی افراد اطلاعات حسابهای مؤسسه او را افشا کردن به شدت انتقاد کرد. رایفی پور در طول مدت زمان پر کردن این ویدیو مکررا تاکید کرده بود که چون در قبال پولهایی که خیرین به حساب مؤسسه شخصی وی برای های عام المنفعه احساس مسئولیت شرعی می کند و خودش هم حسابداری خوانده است دقت بسیار زیادی دارد که حتی یک ریال در جایی جز نیت شرعی خیرین صرف نشود این سخنران و فعال رسانه گفته بود که اگر کسی پول داده که برای اربعین برنج خریداری شود آن پول را تا رسیدن اربعین نگه میدارند و جای دیگری خرج نمی کنند تا مبادا خلاف شرعی رخ بدهد تبدیل یک مؤسسه به حزب سیاسی در شب انتخابات حاشیه مالی مساف چیست این سوالی که مشرق نیوز مطرح کرده و در ادامه توضیحاتی داده که الان با هم مرورش میکنیم موسسه مساف در سالهای گذشته معروف به انجام فعالیت‌های تبلیغی بوده و حتی برای ترویج تفکراتش مدرسه نیز راه انداخته بود اما در یک سال گذشته پا را فراتر گذاشته و سعی کرد با تکیه بر قدرت مالی و تبلیغات سنگین رسانه از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کرده و تبدیل به یک حزب سیاسی شود رائفی پور تمایل داشت یک شبه ره 100 ساله را رفته و پلهای سیاست را دو تا یکی بالا برود این برای رسیدن به این آرزوی بزرگ آنچنان در نقش خود فرو رفته بود که در شب انتخابات مجلس لیست مستقل داده و حتی نامزدهای حزبش را مکلف میکرد رو به دوربین نشسته و مرامنامه ای را از روی کاغذ بخوانند همین مسئله باعث شده بود که بسیاری از همکاری مشترک سیاسی با مسافیا سرباز زده و حاضر نشوند زیر بار بازی این گروه سیاسی خاص بروند در همان روزهایی که بازار سیاسی رایفی پورها در فضای مجازی بویژه چند پیامرسان داخلی داغ بود این شبهه به وجود آمد که هزینه های تبلیغاتی لیست مؤسسه مساف معروف به صبح ایران را چه کسی پرداخت کرده و چگونه این جریان توانسته است خود را به رقابت های پرتنش سیاسی برساند رایفی پور برای این سوال نیز پاسخی جالب توجه داشته و برای اثبات دقتش در هزینه کرد مؤسسه مساف گفت که در شبهای انتخابات نیروهای موسسه که کار انتخاباتی میکردند اما از پول مؤسسه شام نخوردند و از جای دیگری هزینه شام آنها حساب شد رئیس مساف البته نگفته بود که منظورش از جای دیگر کجاست و چه کسی حاضر شده زیر بار ریسک همکاری با یک گروه سیاسی تازه تأسیس و بدون نام و نشان برود البته من اینجا با مشرق نیوز مخالفم و تو برنامه‌ای که تو این چند مدت داشتیم بارها بهش اشاره کردم رائفی پور میاد میگه که آقا من پول نمیگیرم بابت مثلا سفری که میرم سخنرانی کنم در فلان شهرستان اما ما تو یک برنامهش اشاره کردیم گفتیم که شما به واسطه این مساف و پولهایی که داره میاد تو این مساف و این مؤسسه داره کار انجام میده شما اعتبار اجتماعی کسب میکنی یعنی چی یعنی میری تو اون شهرستان فیلم برداری میشه فیلماش توی فضای مجازی منتشر میشه شما معروف میشی وقتی معروف شدی مساف هم داره معروف میشه دیگه مساف میاد جبهه صبح ایران رو معرفی میکنه اینکه یه عده میخوان بگن جبهه صبح ایران ناشناخته بود موفق شد این کارو بکنه فلان کنه من کاری با موفقیت و عدم موفقیتش ندارم اصلا میخوام بگم که این گزاره غلطه که شما بگی صبح ایران ناشناخته بود نه الان من کانال مسلمان تیوی رو دارم من سعید وطن دوست رو صد هزار نفر میشناسن میام میگم آقا یک کانال جدیدم زدیم مثلا ایکس به واسطه این معروفیت مسلمان تیوی شما به اون هم دست رسید راحت تره تا اینکه من بیام ناشناخته یه کانال خودم بزنم تا بیاد بالا شاید سه سال طول بکشه اما اینجا در یک هفته اول میاد بالا این هم همونه هیچ فرقی نمیکنه رایفی پور به شدت تلاش دارد جریان مالی اطراف مؤسسه را شفاف بخواند او که دستی بالا در بیان جملات در هم پیوسته دارد در واکنش به لیست تراکنش های مالی مساف میگوید حسن و حسین دختران معاویه در حالی که نه حسن و حسین بودند و نه دختر بلکه پسر و بچه های بودند 100 میلیارد را چطور بیان کردند اصلا اعداد این نیست و مخدوش است این چه کار غیر است که صورت گرفته روز قبل آن نیز حساب بانکی یک نفر پخش می شود منظورش وحید ویدشتری هم که قبلا درباره صحبت کردیم ایشون قبلا تو توییتر یه توییت زده و دارایش رو گفته بود اما یه عده الان اعتراض دارن که تو اگر دارایت این بود چطور الان در اندرزگوی تهران کافه زدی که چند میلیارد فقط پول پیششه حالا اون تجهیزات و دم و دستگاه و نمیدونم اون وسایل پذیرایی و صندلی و دکور و اینا که دیگه بماند کاری با اون نداریم حالا چون موضوع برنامه اون نیست چون اسم اشاره کردم چرا هر کسی که منتقد شماست حساب آن را پخش میکنید شما چه کسی هستید که دسترسی در این سطح دارید آن هم دسترسی به چند بانک رئیس مؤسسه مساف در پاسخ به تمامی شبهات تنها به همین جمله بسنده کرده بود که پولهای مؤسسه را خیری میدهند و محل مصرف هر کدام از اعانه ها نیز مشخص است و در عین حال میگوید که آماده شفاف سازی است طبق آنچه در اسناد منتشر آمده مؤسسه مساف پولهای قابل توجهی به حساب افراد خاصی واریز کرده است که برخی از آنها کارمندان همین مؤسسه مساف بوده و برخی دیگر نیز فعالان مجازی شناخته شده ای هستند همین موضوع باعث شد تا در نامه تحقیق و تفحص از تراکنش های مؤسسه به عنوان تراکنش های مشکوک و دارای ابهام با مصارف نامشخص یاد شود بر اساس استخراج صورت گرفته از این موسسه نزدیک 14 میلیارد تومان به حساب امیر حسین رائفی پور برادر علی اکبر رائفی پور واریز شده است در صورت های مالی خواهر رائفی پور نیز از این تراکنش های مبهم و مشکوک داشته و مبالغی به حساب این شخص نیز واریز شده است همچنین افراد دیگری نیز نامشان در میان لیست واریزی ها و برداشتی مساف وجود دارد که در فضای مجازی فعال بوده و هر کدام به نوعی با مؤسسه مساف و شخص رائفی پور ارتباط دارند این هم اسنادی هست که منتشر کرده برخی یا بالای یک میلیارد برخی 700 میلیون رقم های درشتی است که اینجا آوردند ایشون هم محمود رائفی پور ظاهرا پدرشون هستن یک 90 میلیون هست یک میلیون و 340 هست ایشون هم ندا رائفی پور خواهر ایشون هست ظاهرا 50 میلیون و 42500 تومان هم واریزی به این حساب بوده خب چه کسی جزئیات حساب های مؤسسه رایفی را منتشر کرده است رایفی پور روی این نکته پافشاری دارد که جریانی کاملا سیاسی حساب های او را لو داده و این سوال را مطرح کرد که چرا باید در شب دور دوم انتخابات منتشر شود یعنی با اصل مسئله کاری نداره این رقم هایی که اومده و رفته خب قبول داره که اینها اتفاق افتاده حالا چه جوریش رو ما کاری نداریم اینو قانون مشخص میکنه اما نکتهش روی اینه که چرا اینو منتشر کردید چرا علنی شده این طرح سوال باعث شد تا پای بانک مرکزی نیز به ماجرا باز شده و اعلام کند که با تشکیل جلسه فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران مؤسسه مذکور و تاکید بر اینکه سیانت و حفاظت از حسابها سپردهها و تراکنش های بانکی افراد و مؤسسات از وظایف اصلی بانک های عامل محسوب می شاد. رئیس بانک مرکزی به معاونین فناوریهای نوین حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار اطلاعات مالی موسسه گزارش کاملی از این موضوع و افراد زیرب به قید فوریت تهیه و ارائه کنند در آن روز که اطلاعیه بانک مرکزی منتشر شد برخی رسانه‌ها به این موضوع اشاره کردند که آیا واقعا حساب‌های مساف به صورت غیر قانونی و با هدف تصفیه حساب سیاسی منتشر شده است بررسی آن نشان می‌دهد که این جزئیات حساب پیوست طرح تحقیق و تفحصی است که توسط مجلس شورای اسلامی از بانک های دولتی صورت گرفته و بر اساس آن تبادلات بانکی مؤسسه مساف که به عنوان یک مؤسسه خیریه ثبت شده نیز مورد بررسی قرار گرفته این گزارش در تاریخ دهم ده اردیبهشت ماه جاری در اختیار دادستان تهران همراه با پیوست های آن قرار گرفته و در واقع فهرست تراکنش های مساف همان پیوستی است که کمیته تحقیق و تفحص از بانک ها در اختیار قوه قضایی قرار دادن به اینجا که میرسه مشرق نیوز با تیتر قرمز رنگی نوشته بررسی های شگفت انگیز از واریزی و برداشتی های مؤسسه مساف ایرانیان بررسی تحقیق و تفحص مجلس و گزارشان به دادستانی نتایج جالب توجهی دارد در این گزارش قید شده است که مؤسسه مساف ایرانیان در چندین بانک صادرات و ملی دارای حساب بوده و تحت عنوان جمعآوری نزورات و هدایا افتتاح حساب شده است البته این مؤسسه حساب دیگری نیز با عنوان پویش میعاد مهر مهدوی نیز در بانک رسالت و حساب دیگری در بانک پاسارگاد در اختیار داشته که اطلاعات آن در گزارش تحقیق و تفحص مجلس درج نشده است این حساب ها اغلب به نام مؤسسه مساف شخص علی اکبر رائفی پور و یا برادر و خواهر رائفی پور افتتاح شده است بررسی حساب های مؤسسه نتایج شگفت انگیزی دارد در یک نگاه ابتدایی مشخص می شود که شخص علی اکبر رایفی پور گردش بالای بانکی خاصی نداشته و تنها 66 میلیون تومان در یکی از حسابهاش موجودی داره اما بررسی شماره حساب مربوط به خواهر رئیس مساف یعنی ندا رائفی پور حکایت از اون داره که نزدیک به یک میلیارد موجودی داشته و حتی پدر رائفی پور ها هم در یکی از حساباش نزدیک به یک میلیارد و 600 میلیون تومان موجودی حساب داره تو این اسنادی که الان دارید میبینید مربوط به 10 2403 هست و نوشته که پیوست داره شماره 10 است که از هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی از مجلس ظاهرا به دادستانی تهران رفته حالا من برای اینکه برنامه خیلی طولانی نشه این تصاویر و اسناد رو داخل کانال تلگرام و ایتا میذارم که لینک زیر همین ویدیو هست میتونید اونجا عضو بشید اخبار و کلیپ های دست اول رو هم اونجا ببینید همچنین بر اساس گزارش ارائه شده به دادستانی تهران موسسه مساف چهار حساب رسمی نیز در سه بانک صادرات ملی و سپه داشته که با درج عنوان جمعوری نزورات و هدایا افتتاح شده است بررسی تراکنش های مؤسسه مساف در شماره حساب بانک صادرات تحت عنوان نزورات مردمی نزدیک به 50 میلیارد تومان جمع‌آوری شده اما برخلاف اساسنامه موسسات خیریه محل هزینه کرد آن هیچگاه اعلام نشده است بررسی واریزی های مساف نیز در این گزارش نکات قابل تعملی دارد از جمله که نزدیک به 48 نفر به صورت شبکه مبالغی بیش از حدود 100 میلیون تومان به بالا به حساب مساف در بانک صادرات پول واریز کردند که تعداد آنها به 48 نفر میرسد خب نزدیک به 48 نفر 48 نفر نوشته دیگه چرا دوباره تعداد 48 نفر این افراد در مجموع 8 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب مسافیا پول ریختند همچنین در همین بازه زمانی 30 میلیارد تومان نیز به حساب مساف در بانک ملی پول واریز شده اما در برابر واریزیا یا به حساب مسافی ها برداشت از حساب های آن نیز نکات مهمی در خود دارد طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها نزدیک به 92 نفر بیش از 100 میلیون تومان از حساب مساف برداشت کردند یعنی به حساب اونها واریز شده که این عدد در مجموع به 37 میلیارد تومن میرسه 92 نفر در مجموع 37 میلیارد تومن رقم رقم بالایی تقریبا میانگین میشه 400 میلیون نفری 400 میلیون در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دریافتی هایی که به صورت عرفی از مساف برداشت کرده اند مانند مواردی چون حقوق و دستمزد صرف نظر شده است همچنین نسبت های خانوادگی نیز جدا سازی شده است پس این پدر و خواهرش اینا برای چی این هم یکی دیگه است که اینجا نوشته این نکته مهمیه دریافت چک مؤسسه مصاف در بانک صادرات 27 فقره چک دریافت کرده است که در مجموع معادله 2 میلیارد تومان ارزش داشته است که البته اگر هر چک رو زیر 200 میلیون باشه شما نیاز به موبایل نامه و سند نداری برای ارائه به بانک الان شما اگر بری یک معامله کنی چک بکشی مثلا میشه 250 میلیون تومان اگر اون چک رو بدی به کسی بره پاس کنه شما باید بابتش موبایل نامه داشته باشی یه سند ارائه بدی آقا این 250 میلیون بابت چی جابجا جا میکنی. مثلا ماشین خریدی باید یه قولنامه چیزی هم اون ماشین ببری این جوریه پس این 27 تا که میشه 2 میلیارد تومان زیر 100 میلیونه هر کدمش میانگین البته ممکنه یه چک 500 میلیون باشه یه چک مثلا 30 میلیون باشه اما مورد بعدی که شایبه ایجاد کرده و زیاد دارن روش مانور میدن اینه برداشت های نقدی مبهم 24 فقره مبلغ بیش از 8 میلیارد تومن از حساب مؤسسه مساف به صورت نقدی برداشته ود شده است که محل مصرف آن نامشخص است این برعکس بند قبلی که الان توضیح دادم 8 میلیارد تومان 24 فقره چک بیش از 200 میلیون میشه میانگین هر کدومش و اونم به صورت نقدی گرفتن تحلیل حساب های خانواده این 8 نفر با عنوان خیریه بررسی حساب های مؤسسه مساف و نیز گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانک از موسسه مساف یک نام قابل توجه دارد به نظر می رسد که امیر حسین رائفی پور برادر رئیس مساف چهره اصلی در حساب و کتاب های مؤسسه محسوب می شود امیر حسین رایفیپور پور عضو هیئت مدیره مساف بود و به وکالت از علی اکبر پور برادرش صاحب حساب اصلی این موسسه است در حالی که مبالغ وارزی به حساب مؤسسه مساف فقط باید صرف امور خیریه شود و امکان استفاده شخصی از آن وجود ندارد اما بررسی دقیق تراکنش های متعلق به مؤسسه مساف نادرست بودن این ماجرا را مشخص می کند. بر اساس اسناد ارائه شده به دادستانی تهران و درد شده در پیوست گزارش مجلس برخی افراد خاص که نزدیک به هشت نفر هستند تراکنش های مشکوکی با مؤسسه مساف داشتن و در یک فقره یک میلیارد و 400 میلیون تومان از حساب مساف به حساب شخصی منتقل شده است حالا اینجا حساب شخصی منظور حساب شخصی اعضا یا همون شخصی که داره ازش صحبت میکنه اینو باید توضیح میدادن اما آنچه برای گروه تحقیق و تفاوت جالب بوده آن است که همین هشت نفر مجددا در تراکنش های حساب متعلق به امیر حسین رائفی پور نیز حضور داشته و از مبالغی چون یک تا دو میلیارد تومان به حساب او واریز کردند. در این گزارش قید شده است که نزدیک به 14 میلیارد تومن به حساب امیر حسین رائفی پور منتقل شده که تنها 500 میلیون آن مستقیم از حساب مؤسسه مساف بوده که احتمالا این مبلغ ناچیز صرف پرداخت حقوق و دستمزد و امور اداری شده است. همچنین 4900 تراکنش نیز از حساب برادر رئیس مساف به سایر حساب ها صورت گرفته و این معدل بالای جابجایی علائمی خاص در خود داره و حکایت از جابجایی مداوم مبالغ در حساب های متعدد داره تا تحلیل حسابرسی رو سخت کنه و اینجا اشاره میکنه به خروج 8 میلیارد که رنگ قرمز رو برای این تیتر انتخاب کرده خروج 8 میلیارد تومان از حساب مساف به صورت نقدی در نتیجه گیری گزارش هیئت تحقیق و از مساف به این موضوع مهم اشاره شده است که نوعی پولشویی از حساب های حقوقی مساف که همان هدایا و نزورات مردمی بوده به حساب شخصی امیر حسین رائفی پور صورت گرفته است و برادر مدیر مساف تنها واسطه این جابجایی هاست مؤسسه مساف ایرانیان در حالی حدود 50 میلیارد تومان دریافتی تحت عنوان هدایا و نزورات داشته که تا کنون علی اکبر رائفی پور گزارش دقیقی جز ویدیو منتشر شده در فضای مجازی درباره آن نداده و به عبارتی اسناد حسابرسی آن منتشر نشده و تنها بیش از چند خط پیام اینترنتی نبوده است این در حالی است که دریافتی مؤسسه مساف سرمایه شخصی یا خانوادگی مؤسسین آن نبوده بلکه متعلق به مردم و منابع عمومی و باید تحت نظارت مرجع صادرکننده کننده مجوز مؤسسه مورد استفاده قرار بگیره و رعایت قوانین پولشویی در اون الزامیه بیش از 15 میلیون تومان به صورت نقدی شما بخواید بگیری این میره تو حوزه قوانین پولشویی مبارزه با پولشویی که آقا اینو میخاید چیکار در حالی که بررسی حساب های مؤسسه مساف نشان میدهد که مبالغ واریزی مردمی که به عنوان هدایا و نزورات به دست مؤسسین آن رسیده بدون اجازه صاحبان نظر در چند حساب شخصی جابجا شده بدون آنکه منبع مخارج آن مشخص گردد از نگاه هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها این تبادلات شاعبه نوعی پولشویی را برجسته می سازد به عنوان نمونه در یک فقره 8 میلیارد تومن از حساب مؤسسه مساف به صورت نقدی از بانک دریافت شده و به حساب امیر حسین رائفی پور نشسته است و مشخص نیست پس از آن در اختیار چه افرادی قرار گرفته و و یا اینکه صرف چه اموری شده در گزارش هیئت تحقیق و تفحص به این نکته مهم اشاره شده که مساف در بانکهای رسالت و پاسارگاد نیز حساب داره که در گزارش نهایی به دلیل عدم همکاری این بانکها قید نشده که میتونه در بررسی نهایی قوه قضاییه به این حساب ها هم دسترسی پیدا بکنه تاکید مکرر هیئت تحقیق و تفحص از بانک ها درباره حساب های مؤسسه مساف روی یک نکته تمرکز اساسی دارد در این گزارش در چندین نوبت قید شده است که جابجایی های مکرر صورت گرفته از حساب های حقوقی به شخصی شاعبه پولشویی داره رایفی پور در طول کارزار انتخاباتی خود اعلام کرده بود که کمتر از یک میلیارد تومان خرج تبلیغات انتخاباتی خود در تمامی کشور کرده است. در همان زمان برخی آگاهان معتقد بودند که این عدد با واقعیت فاصله فراوون داره. تبدیل موسسه مساف به یک حزب سیاسی مبهم و عبور از اساسنامه توجه بسیاری را در نهادهای مختلف به خود جلب کرده است. مساف در مصادف شدن با حوادث سیاسی مورد توجه قرار دارد تنها مسیر پیش روی آنها در این آوردگاه شفافیت است پایگاه خبری و تحلیلی مشرق آمادگی دارد که پاسخهای احتمالی مؤسسه مساف را درج نماید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خیلی طولانی شد عضو میخوام اما برای اینکه دیدم تو فضای مجازی یک عدهای دارن موج سواری میکنن وظیفه دونستم که بیام کاملا بیطرف و این رو منتشر کنم حتی در جاهایی اشکال به مشرق نیوز هم دارم که به هر حال در خلال برنامه بهش اشاره کردم یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون